بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده از چشمانداز میان مدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است بر اساس این گزارش که با عنوان رشد متوسط در میان عدم قطعیت اقتصادی منتشر شده آمده در داخل کشور خطر تشدید تنشهای اجتماعی و اقتصابات در تولید وجود دارد ادامه اختلال در اینترنت هم میتواند اثرات مخرب بلندمدتی بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش خدمات داشته باشد. بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریم های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشمانداز اقتصادی ایران برشمرده است. در این گزارش تصریح شده که اقتصاد ایران به دلیل تحریم های مستمر و سالها سرمایه گذاری ناکافی کمتر از انتظار عمل کرده رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت محدود باقی مانده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال آینده رشد دو ممیز درصدی را تجربه خواهد کرد و پس از آن نیز با ادامه روند کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی کشور به دو ممیز درصد و سپس به دو درصد کاهش خواهد یافت. در این گزارش قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران عنوان شده و آمده است که حزب تدریجی یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمت های جهانی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین از جمله دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در ایران است بر اساس چشمانداز بانک جهانی تورم ایران در سال آینده به 49 ممیز 6 درصد خواهد رسید و پس از آن به 44 ممیز 8 درصد و سپس به 40 ممیز 9 درصد کاهش خواهد یافت. علی انصاری مورخ دانشگاه سندندرز اسکاتلند در مقاله‌ای که منتشر شده نوشته جمهوری اسلامی مدام بحران اقتصادی را به عقب میاندازد اما همین باعث شده که رای حلی نیز پیدا نکند او پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در خطر فروپاشی به سبک اتحاد شوروی قرار دارد انصاری در دیدار اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با فرماندهان سپاه اشاره کرد و گفت خامنه ای تلاش می در آستانه سالگرد مرگ محسا امینی و خیزش ملی به دنبال تقویت نیروهای حفاظتی حکومتش باشد اما به گفته ی این تاریخدان سپاه امروز دیگر خیلی از اوضاعش و منافع اقتصادی که دریافت میکند راضی نیست در ادامه مقاله آمده با توجه به بد بودن وضع سلامتی خامنه ای بسیاری از فرماندهان سپاه از همین حالا تحرکاتی را جهت آمادگی برای جانشینی آغاز کردند زوال پایدار خامنه ای باعث شده به تعویق انداختن امور که همیشه از ویژگی های این نظام بوده اکنون به سطوحی باور نکردنی برسه این مورخ میگه اعضای سپاه به دو دلیل ناراضیاند نخست به این علت که خیلی از معترضان خیزش سال گذشته از پسران و دختران خودشان بودند که ایدئولوژی حکومت را قبول ندارند اما مشکل دوم زوال اقتصادی است او میگوید این زوال تنها به دلیل تحریم ها نیست و علت اصلی آن سوء مدیریت اقتصاد و فساد گسترده است. داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه از آن کرده که شرایط سخت تحریم به عنوان یک عامل بیرونی در اقتصاد ایران سایه انداخته و بر تصمیم های ما اثرگذار است. معاون ابراهیم رئیسی که در نشست هماندیشی با اقتصاددانان سخن می گفت افزود تلاش می کنیم تحریم رو کم اثر یا برطرف کنیم اما با توجه به اینکه معادلات بر اساس علاق مندی ما شکل می گیرد باید بر اساس تئوری تداوم تحریم عمل کنیم. موضوع معمول مقام های رسمی جمهوری اسلامی در مواجهه با مسئله تحریم و محدودیت های خارجی بی اثر خواندن این مشکلات بوده. فعالان سیاسی و اصولگرا که دولت و مجلس را در اختیار دارند، همواره از حسن روحانی و دولت قبل از بابت آنچه گره زدن مشکلات اقتصادی به موضوع تحریم ها مینامند انتقاد کردند. رئیس سازمان برنامه بودجه با اشاره به آزاد شدن منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عراق، ژاپن و ترکیه گفت: این منابع بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد اما امروز این منابع قابل استفاده است و می توان روی آن برنامه‌ریزی کرد بیشتر عبدالنصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی گفته بود پیش از این بانک مرکزی به ازای این منابع آزاد شده ریال در اختیار دولت قرار داده و از این منابع نمی توان برای تامین نیازهای مالی دولت بهره گرفت بر اساس اعلام مقام آمریکایی جمهوری اسلامی از این منابع آزاد شده تنها می تواند برای خرید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و اقلام غیر تحریمی استفاده کند. بر اساس اعلام ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن برای آزادسازی داروی های ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود دو ماه است. داوود منظور در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست هماندیشی با اقتصاددانان به موضوع افزایش میزان فروش نفت اشاره کرد و گفت در حوزه نفت نیز تلاش شد تا مشکلات کمتر و فروش نفت بیشتر شود اما همچنان در حوزه بازگشت ارز مشکلاتی وجود دارد وزیر نفت و دیگر مقام های دولت سیزدهم پیش از این بارها اعلام کرده بودند که هم میزان صادرات نفت ایران افزایش یافته و هم پول فروش این نفتها بدون مشکل به کشور باز میگردد هرچند دو روز قبل بلومبرگ در گزارش افزایش میزان فروش و صادرات نفت ایران رو به موافقت آمریکا نسبت داد. بلومبرگ با استناد به اظهارات برخی مقام های آمریکایی که نام آنها فاش نشده نوشت آمریکا برخی تحریم ها علیه فروش نفت ایران به ویژه به مقصد چین را کاهش داده. دلیل این نرمش به اقبال صادرات نفت ایران کنترل قیمت های جهانی نفت و اثر آن بر بازار سوخت در آمریکا اعلام شده. که میتوان نقش موثری در پیروزی مجدد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در انتخابات دوره بعدی داشت معاون ابراهیم رئیسی اعتراف کرد که مردم با توجه به تورم ناشی از نرخ ارز کمکهای ناشی از پرداختهای جبرانی پس از تعدیل ارز رو کمتر احساس کردند او همچنین به دوگانه کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی اشاره کرده و به گفته داوود منظور کاهش رشد نقدینگی در دستور کار است البته این مسئله حساسیتهایی های رو در بخش تولید به وجود آورده و بخش تولید به سبب رشد نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد. رئیس سازمان برنامه بودجه گفت تلاش می کنیم تا همین رشد رو به صورت حداقلی برای سال جاری و سال آینده نگه داریم. اون افزود باید بتونیم رشد و کنترل تورم رو با یکدیگر پیش ببریم. این یک سیاست جدی از سوی دولت است که بتوانیم تثبیت نرخ ارز رو ادامه بدیم. همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی افت قیمت نفت و کمبود انرژی نیز از جمله خطرات خارجی موثر بر چشمانداز اقتصادی ایران بودند که در این گزارش به اونها اشاره شده بانک جهانی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سالها سرمایه گذاری ناکافی کمتر از انتظار عمل کرده پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت محدود باقی خواهد ماند